اینجا جای جوون هاست. باز یه میخوایی بریم؟ آره جونم، تا ما اصیب مهمونات خوش نمیذاره، بهتره ما بریم بخوابیم. معطل شدی. حالا برای اینکه خاطر جمع بشه صاف و بوسکنده بهت میگم، هنوز لای کتابی که پارسال برام کادا آوردی باز نکرد. من بهش کار ندارم که میخونید یا نمیخونید، ولی من کتاب رو بهترین هدیه ها میدونم. بیا ببین این آقا چه کادای قشنگی برای عرض کردم. من سلیقه‌م اینه. چه پسرموی کج سلیقه ای دارم. مرسی. من حس میکنم خیلی ناراحت شدید. من از طرف خواهرم از شما معذرت میخوام. ناراحت نشدم، نگران شدم. پریوش الان یک ماه اخلاقش به کلی عوض شده. میدونم چرا اینطور شده. در حد خواهد. من خودم بارها نصیحتش کردم که با ماما کمتر معاشرت کنه. همه از این بد میگن. تربیت صحیحی نداره. راستی چقدر خوبی شما خودتون نصیحتش کنید. به این محوش، تو بهتر از هر کس میدونی که من به پریوش چقدر آمندم. ولی حس میکنم که او به چیزی که فکر نمی کنه به همین موضوع باشه. او حالا به سنی رسیده که باید خیلی مواظب خودش باشه. او باید راه شرافتمندانه پیش بگیره. پری بریم دیگه. آخه من مهمون دارم، چطور میتونم بیام؟ شاید اینا تا صبح بمونن. آخه خوب نیست. حالا به یک بهانه بریم. آمد. مهمونه که رفتن نه ایمادی همشون عصبانی شدن گذاشتن رفتن. خواهر کوچیک تو هستم، خوب نیست تو رو نصیحت کنم، اما از من خواهرانه گوش کن. این راهی که تو پیش گرفتی عاقبت خوبی نداره. پری، پاشنه این در سال هاست
تا اونجا که من به خاطر دارم روی محور شرافت چرخیده و تا در به این پاشنه است اشخاص شرافت من به سراغ ما خواهند آمد. من میگم دختر تحصیل کرده ای به سن تو باید هوشیار باشه، آینده خودش رو به چشم ببینه، دنبال هوا و هوس نره، گول این جوانهای هرزه رو نخوره. تو نباید کاری بکنی که آبرو و شرافت چندین ساله ما برباد بره. خب بقیش هری چه کار میکنی؟ نفری این کار برای تو زشته. خوب نیست؟ ببین پری گوش کن، میخوام یه مطلبی رو برات بگم. من از ریخت این پسره که امروز برادر لالا شده بود متنفرم. کاری ندارم به این که چه کار است، متموله یا نیست، اما همینقدر میتونم بگم که خریجی کلفت من برش زیاده. بشنو از من، تا زوده مراوده رو باش قطع کن. خب پری پریوش خانم، شما این؟ بسیار لذارم، میخواستم چند کلمه با هاتون حرف بزنم. مگه اتفاق براتون افتاده؟ به خسرو بگید دیگه منزل ما تلفن نکنه. نفهمیدم؟ دیگه مزاحم من نشی. به همین زودی سرد شد. من حرف پدرم گوش کردم، نامزد بهروز شدم. تو اشتباه میکنی، خسرو برای تو شوهر بسیار خوبیه. از خسرو بهتر کجا پیدا میکنی؟ عیونزاده است، وانگهی پولداره. تو نباید به حرف پدرت گوش کنی. هریت خانو کجا، مگه دیوونه شدی؟ Mm-hmm.
چقدر خوب بود، خیلی قد واقعا خیلی عالی بود. من نمیدونم چرا آهنگ ها شما اینقدر در من اثر میکنه، مثل این که انباج سحرآمیزی به گوشم میرسه. من از این تصورات شما چیزی نمیفهمم، اما همینقدر میتونم بگم وقتی برای شما میخونم واقعا لذت میبرم. مهوش، راستی شما دوست داشتنی هستی. من معنی عشق علاقه‌رم فهمیدم. اینطوری میخوای من زندگی کنی؟ نه پری، بس خیاله بد نکن. بسیار باه میکنی پری، تمام فتنازی سر توی بدبخت. تو تلخ کردن معذرت میخوام. تو بیز بوبی تو رو به من قرد کردی؟ من خب من دوست داری. چرا دوست دارم؟ تو حاضر شوهر من بشی؟ با کمال میل حاضرم. هر وقت تو بخوای. همین حالا. اول من باید اجازه ما از مادرم بگیرم. شاید مامان اجازه نداد. چطور ممکن؟ بر اجازه بگیر. به این زودی نمیشه. چرا؟ مادر من اینجا نیست، همدانه. از کشون اینجایی؟ تو لطفی بهتر میدونی. خانم از خاطر من چقدر خوبی. بیا الان با هم بریم. من حرفی ندارم، من از پدر دیگه زیر میگیرم. من دیگه پدر و مادر و خواهر ندارم. بریم بریم. 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 زودتر بگو. مگه من مرده؟ من فکر کردم اگه بهت بگم خدا نکرده خیال بد بکنی. این بود که نگفتم. وانگهی اگه آدم با غریبه شریک بشه درد سرش کمتره. چی باقید؟ ترک کردم؟ بشین جونم، یک خواستگی در زری. مادرم کجا رفته؟ خانم و آقا رفتن بیرون، به نظرم رفتن محضر. جواد آقا شوهر خانم. چرا چطفت میگی؟ برو صبح بیا. پچه نمیری؟ معلومیش مادرم توی خونه چه وضعی درست کرده. خصوص این تویی؟ کهی آمدی؟ الان رسیدم ماما. سلام. سلام، قربونه تو برم الهی. این خانم کیه؟ ماما جون نامزد من پریوش به شما معرفی میکنم. بچه خانم خوبی. ماما آره جونم، بیا ببینم خانم کیه. ماشاءالله ماشاءالله. سلام خانم. سلام، قربونه تو برم الهی. ماشاءالله، کیر اینجا نیست بودی؟ داریم تو اتاق. بریم.
بابا اومد خیلی اخماش تو همه، خیال میکنه موفق نشده خبری از پریوش بگیره. خسته شدم. چه خبر؟ هیچ خبری نیست. بهروز کجاست؟ صبح بعد از رفتن شما گفت میرم شهربانی، هنوز بر نگشته. و از صبح تال از بس عقل پریوش گشتم، واقعا خسته شدم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. چه خبر؟ نگران نباشید، محل پریوش رو پیدا کردیم. واقعا؟ خیلی متشکرم. جناب سرمان جلال از دوستان صمیمی من. خیلی خوشحالم از آشنایی. مرسی. جناب سروان، شما مطمئن هستید که پریوش زنده است؟ عرض کردم الان سه سالم در همدانه. از کجا تشخیص دادید؟ از کجا تشخیص دادم؟ تخصص ما اینه. خب اگه اجازه بفرمایید زودتر حرکت کنیم. اگه مانعی نداره بنده میام. شما تشخیص میارید؟ بله. بفرمایید. بفرمایید. بهروز یادت نره نتیجه رو زود تلگراف کنیم، ما خیلی دل واپسیم. حتما حتما. مرمت زیاد. خداحافظ. سلام جواد جان. سلام. مژده بده تا بهت بگم. چی میخوای بگی؟ عروسمون اومده. عروسمون دیگه چیه؟ نامزد خسرو. در هر حال اینجا جای اینجور زنا نیست. حق نداره پسرت زنش رو ولی هر قدر نجیب باشه اینجا بیاره. جواد جو خوب نیست، اینطور حرف نزن. اینجا که پانسیون نیست خانم. وندهی اگه پای زن توی خونه باشه زندگی ما رو به کلی به هم می‌ریزه. اصلا تو امروز عوض شدی؟ عوض شدم که مقاطع کار شدم. مقاطع کار فهمیدی؟ شوخی نیست، باید خیلی حواسم جمع کارم باشه. حالا کدوم گروه هستن؟ دفتر یه خود بگردن. آره جونم مرتیکه حمال سرشو انداخته پایین داره میره، فکر نمی کنه بزرگتر اینجا نشسته. حمال توی چی؟ مرتیکه احمد. فردا صبح تشریف هم باهاش روشن میکنم تا بفهمی با کی طرفه. وقتی بهت میگم اینا آمدن زندگی ما رو به هم بزنن تو باور نمیکنی. چه چیز نمیخوری؟ دیگه به این نظر ببخشید از اینکه مزاحم شدم. من آمدم از جریان دیروز معذرت بخوام. خواهش میکنم. زمین عرایزی هم داشتم که شاید شما از جریان اون اطلاع نداشته باشید. چرا بی اطلاع نیستم؟ شما مثلا نمیدونید که حتی اتومبیل زیر پای شما مال منه. چطور؟ چطور نداره؟ این سندش که به اسم مادرتون بود و حالا به اسم من شده. من اینا رو گفتم که من آدار پشت درمی املاک مادرتون اقداماتی بکنید. ایشون دیگه دیناری از خودشون ندارن. حالا برای اینکه زیاد ناراحت نباشید میتونید چند روز مهمون من باشید. دختر همین امروز راتو بکش از اینجا برو بیرون. من حوصله این بگونگوار ندارم. اون چه باید بگم بهشون گفتم خانم. ذلیل شده هنوز نیامده بخواد زندگی ما رو به هم بریزه. خسرو تو هم باید یکی از این دورا رو انتخاب بکنی. یا دست نامزد تو بگیری از اینجا بری بیرون، یا اگر میخوای اینجا بمونی باید دست از نامزدت برداری. تا ظهر امروز فکراتو بکن جواب بده. تو چه نیست مرده بودی و من نمیدونستم. خسرو بریم، اینجا جای ما نیست. تو ماتت زده. کجا داریم؟ پس به امید مادرت من اینجا آوردی؟ درست میشه. چی درست میشه؟
اگه تو خیال میکنی من یه دقیقه دیگه ممکن اینکه بمونم محاله. هر کاری دلت میخواد بکن. تو که بی‌شخصیت بودی چرا من اینجا کشوندی؟ چرا دامن من لکه‌دار کردی؟ چرا به من قول دادی؟ حالا که من زیر قولم ندادم. منتها باید هر روز خونه پدر مادرت باشی تا من تکلیفم با اینا روشن کنم. من که دیگه راه برگشت ندارم. اینقدر زرزر نکن، حوصله ندارم. مگر من زامن دیوون بازی تو هم؟ تو خودت پا شدی دنبال من راه افتادی. تو خودت گفتی من پدر مادر ندارم. چیز غریبیه. هر دور میخوای بری برو. مگر من تو خودم بدبخت کنم برای خاطر تو؟ من میرم. من مطمئن باش که خدا انتقام من از تو میگیره.
تهران میری؟ بله، بگیر اینا. اما خانم با کامیون خیلی دیر میرسه. مانه نداری، تو برای اینم داری؟ البته، بفهم بالا، بفهم بفهم در کاپوتی بزن بریم، زود باش، زود باش. چه کمکی؟ یک کمی بنزین به ما بفروش. بنزین؟ مگه بنزین کم آوردی؟ آقای شوفر، ما باید تا همدان بریم، ممکنه وسط راه بنزین اون کم بیاد، تو راه بمونیم. این نزدیکی ها ما میتونیم بنزین تهیه کنیم؟ بله بله. کجا؟ آوج سفرسخی. آقا شما مطمئنین ما با این بنزینی که داریم میتونیم به آوج برسیم؟ نمیدونم. بریم ببینیم چه شما بنزین دارین. آقا شما این همه بنزین دارین، تا آقاش همه 3 فرسخ دارین، شما تا 10 فرسخ بالاترش هم میتونید دارین، همه دونش هم میرسید. مطمئن باش، مطمئن. ببین چه بنزین دارین. بابا آقاش هم اینجاست، میرسید. برو جانا برو. خدا حافظ شما. خدا حافظ. چیه چه خراب شده؟ یه اتومبیل پرد شده تای دره، آتیش گرفته، همه مسافریش هم سوختن. چیزشون مونده؟ بله فقط یه دو چیز. بزرگونه پریوش؟ چی گفتی؟ پریوش؟ پریوش خیلی دوست کنیم بودش. می‌رسم. همینجا باشی. ای باز اون روزی که ام پیمان ما بودی، با دل دیوانه ما شنا بودی، هر چه من برای تو بی‌اعتنا بودم، در عوض ای جان تو با من با وفا بود. بین که حسرت می کشم با شبیدم ساز دل، جست و یاران جان با که بویم راز دل، شبه رویم خندیدی گناه را بخشیدی، دل ما را سید خود نیاوی
مهوش، بهروز منتظر تو. سلام بهروز. سلام مهوش. راستی گل و جوانی چه دوران زود گذری دارن. اما اگر جوانی رو با قصه سر کنیم دیگه تراوتی وجود نداره و جوانی هم دوباره بر میگرد. همین رو میخوام بگم مهوش، بیا از امروز خاطرات تلخ گذشته رو فراموش کنیم. حال برای کسی که در زندگی پناهی نداره، همون زندان تاریک بهترین پناهگاهه. پنج سال تمام مثل خفاش زندگی کردم، دیگه طاقت این زندگی رو ندارم. وقتی که به تهران برگشتم، یعنی بعد از این که اون جوونک ولت کرد، بعد از اون تا این که میتونستم از راه آسان‌تر اون پیدا کنم، از ترس این که مبادا پدر و مادرم منو ببینم، مجبور شدم به طور مخفی در یک مریض خونه پستار بشم. شب و روز خودم رو اونجا میگذروندم. فقط بعضی از شبا که غذای مریض خونه کم میومد، من از اغذیه فروشی که همون نزدیکی ها بود برای خودم غذا تهیه میکردم. یکی از این شبا اتفاقا خودم وقتی وارد اغذیه فروشی شدم، به تنها کسی که فکر نمی کردم خسرو. یک دفعه چشمم به او افتاد. قیافش خیلی عوض شده بود. اول نشناختنش، بعد که انتقام من تا پای میزش کشوند. بیچاره، منو می شناسی؟ منظره وحشتناکی بود. من از ترس می لرزیدم. اینه کی کشته؟ جناب سرگوز، من کشتم باش. مقتولو بی کسی؟ بله، می شنازمش.
چشمهای من خیره شد، مثل اینکه عقب گم شده میگشت. من شما رو قبلا کجا دیدم؟ نمیدونم. چهرتون به نظرم آشنا میاد. راست بگید. دروغ نمیگم. جازرگو پاسو برا آمدم. بگید بیان دو نفر دست من بزن و ببرن کلان طریق خودمان برم. من بیگناهم. بشین. آه که من حتی یک لحظم طعم خوشبختی رو نچشیدم. آدم میتونه همیشه خوش باشه. این دست خود آدمه. چطور ممکنه آدم با وجدان ناراضی بهش خوش بگذره؟ به همین اشتباه تو همینجاست. وجدان ناراضی رو باید راضیش کرد. آدم نباید به وجدانش زیاد رو بده. تو نمیدونی من چجور به آسونی وجدانم رو گول میزنم. حالا تو نمیتونم زیاد قصه نخور. از اینکه که خست شدی بیا خونه من. خیال کن خونه خودته. من نمیتونم سربار کسی باشم. حاضرم نیستم خودمو بفروشم. آخ که چه سر رویشتی شوی دارم. ببین اگر بخواد روزنامه بخونی من حوصله ندارم. منم حوصله روزنامه خوندن ندارم. یه نگاه میکنم میذارم زمین. قتل در کافه زمرد. مگه باز کسی کشتن؟ آره باز چاقوکش ها سر یه زن با هم دیگه دعوا کرد. چیز عجیبیه. من این زنو کجا دیدم؟ خیلی به نظرم آشنا میاد. تو وقتی به روزنامه میرسی تا اعلاناشو نخونی دست بردار نیستی. شهیا جون بیا بغل بابا جون. بیا بابا. خب بگو ببینم امروز چی یاد گرفتی بابا جون؟ کس نهارو میکن؟ برکلا پسرم.
خواب خواب که بود بگرام این زنه راست گلو گیر آماده خواب خواب که بود بگرام این زنه راست گلو گیر آماده تنیا سر خراب چون گل نازه زیر نور آفتا شده با رازه خنده ها و قهرشون دو آب افتاره از این همه ناز دل ها دو آب افتاره بچه روی موج زده قاچ جبونه بلی بلی را به چینم بل نمیدونه لبه سخت کبود گذر آورده این همه دست گلو کی به آماده آب سخت کبود گذر آورده این همه دست گلو کی به آماده تنیا صدف ترا چون گل نازه زیر نور آفتا شده برازه خنده ها و خفشون رو آب افتاره از این همه نازله ها به آب افتاره خنده ها و خفشون رو آب افتاره از این همه نازله ها به آب افتاره داره میخونه گلترامونه بس که روی موجا زده باچ جبونه کدوم بری را به چینم دل نمیدونه کدوم بری را به چینم دل نمیدونه ندارستم فکر بود گلترامونه این همه دست گلو گیرا خاله این بابا جان بگی جان بفرمی مرسی من جناب سرگرد دو سه ماه دوچار تردید عجیبی شدم. در یکی از روزنامه ها عکسی چاپ شده بود خیلی شبیه پریوش. بله من این عکس رو دیدم و حالا به خاطرم اومد. صاحب این عکس رو اتفاقا در شب وقوع جنایت دیدم، خیلی به نظر آشنا بود. اگه این زن پریوش نباشه کسی که خیلی شبیه بیونه. ممکنه به زندان زنها تلفن کنیم جریان بپرسیم. خیلی خوبه جناب سرگرد. بهتر نیست برای روشن شدن این موضوع به اتفاق یک سری به زندان زنها بزنیم؟ بد نیست. سلام علیکم. سلام بفرمایید. ببخشید سرکار، در بین زندانیاتون زندانی به نام فخری داری؟ فخری؟ میدونی این زن رو به جرم شرکت در قتل زندانی کردن. بله. عجب.
چقدر دور اومدی؟ اگر ببینید مغازه‌ها چقدر شلوغه. شلوغ؟ شیرنی فروشی ها، عروسک فروشی ها، قلقله. ببین چه عروسک قشنگی بر شهریار جون خریدم. چرا شده ایدی به این زوری شهریار خوابوندی؟ آخه هوا سرد بود. خب این بچه ها از فردا شروع میشه. چرا آبا قشنگه؟ خیلی خوبه به خدا. یعنی بشکه آب. بشکه آب. حتما شهریار جون خیلی خوشحال میشه. بله خیلی خوشحال. امان از آه اگر بدونید بیرون چقدر هوا سرده. شبی از من غافل می‌شود همیشه تحویل نداریم. بیاید دور میز بشینیم، دعا کنیم که سال آینده به همه اینا خوش بگذره انشالله. مثل این که یک کسی پشت پنجره ایستاده بود اینجا رو نگاه میکرد، اما حالا نیست. از این درگرده تو خیابون زیاده، یعنی بیچاره به نظر میرسید. حتما شب عیدی توقع کمکی داشته. بگذاریدی خود از این شیرنی ها بهش بدیم. صدمه زیادی ندیدیم. تا چند روز دیگه حالتون کاملا خوب میشه. آقای دکتر هر چی میشه بشه، برای من مهم نیست. آدرس منزلتون رو بدین تا اطلاع بدم. من خونه ندارم. تو این دنیای به این بزرگی تنها زندگی میکنم. تنها و تنها. خانم مثل اینکه نمیخواید دستگانتون از وضع شما باخبر بشن. اینطور نیست؟ آخه من دکترم، میتونم محرم اسرار شما باشم. اگه امکان داره برای من وضع خودتون رو بگید. چه تأثیری داره؟ شاید بی تأثیر نباشه. خواهش میکنم بگید. منم مثل همه دخترها
زمانی خونه و زندگی داشتن. مرگ این کانون زندگی و محبت منو به هم ریخت. آقای دکتر فریبم داد. این بود قصه زندگی من. حالا خجالت میکشم حتی اسم اونا رو بیارم. چه برسه به این که خودم رو عضو خانوادهشون بدونم. آقای دکتر، آیا مرهمی برای درد من پیدا میشه؟ ناراحت نباشید. حالا من با اجازه شما به خانوادتون اطلاع میدم. در هر حال از اینکه از خطر نجات پیدا کردی خیلی خوشحال شدم پریوش. متشکر. بعد از اینکه تو رفتی من با خواهرت ازدواج کردم و الان وقتی خبر سلامتی تو رو بشنوه خیلی خوشحال میشه. منم خوشحال میشم. پریوش قصه زندگیش رو برای من تعریف کرد. اگه شما و خواهرش موافق باشید تصمیمی رو که درباره او دارم با موافقت خودش اجرا میکنم. بیاری کار به کاری هم به برای میره به هجر شاد ما بله برونه گل می تکونه دست به دست دونه به دونه شاد ما چه قشنگ باز باز خونه تازه عروس چه قشنگه شوق شنگه خمه رنگ نیست تابوز اشتغال شاد ما وقت بزنی به شادی کنی وقت بگو ما بی کنی وقت بزنی به شادی کنی وقت بگو ما بی کنی اونجا هادش هنده یه تابه زیره یه بابه مری مریه همه داره پایین و شده نده یه این دوری بریه اون چه بیاری کارا داره بکاری من با اون آفت جنگ دست باش کنایی عشقش